عادت چهار هرگز نه نگوید بهترین چیزها در زندگی نزدیکترین چیزهاست نفس درون سوراخهای بینیتان بینایی چشمانتان گلهای جلوی پایتان وظایف در دست انجامتان مسیر درست روبرایتان بنابراین دست را نه به سوی ستارگان بلکه به طرف زندگی ساده و معمولی و رسیدگی به امور اتفاقی دراز کنید و مطمئن باشید که وظایف روزانه و نان روزمره شیرین چیزها در زندگی هستند. رابرت لویس استیمسون شاعر داستان نویس و مقاله نویس اسکاتلندی خودتان مردم را بهتر میشناسید. شناسید. هر کسی از شما انتظار دارد برایش کاری انجام دهید. خیلیها به وقت و امکانات شما نیازمندند و شما نمیخواهید احساسات هیچ یک از آنها را جریه دار کنید. به دنبال یک راه حل ساده میگردید هرگز به کسی نه نگویید. با این عمل هم همه را راضی نگه میدارید و هم خودتان احساس واقعا خوبی میکنید نه فوقالعاده منفی است، اما بله فوقالعاده مثبت. معید، قدرت دهنده، اطمینان بخش و مقتدرانه است. نه برای آدم های بی ارزه است برای آدم های کم مایه. بله برای افرادی است که سرنوشتشان را به دست گرفتند بله برای افراد مختار و قدرتمند است وقتی شما بله بگویید می توانید بیش از توانتان قول داده و کمتر از آن عمل کنید بدون اینکه بازخواستی در کار باشد دیگران از شما بیشتر خوششان خواهد آمد اگر فقط به آنها بله بگویید. بنابراین از این پس اگر کسی از شما درخواستی کرد هر درخواستی که باشد به خاطر داشته باشید که هرگز به اون نه نگویید. یاد بگیرید که قاطع باشید و بگویید بله. دوران کودکی خود را به یاد می آورید. آن دورانی که مرتب به شما می گفتند نه اون کار رو نکن نه, نه نمیتونی معلومه که نه ساکت باش وگرنه توی دهنت میزنم مطمئنم که به یاد میآورید آنقدر به ما نگفتند که دیگر برایمان جا افتاده است بسیار محتمل است که دیگر خیلی دیر شده بود. بسیار محتمل است که دیگر خیلی دیر شده باشد که بتوانید کاری در مورد آن بکنید و محکوم هستید ما بقیه عمر خود را وحشت زده، زخمی، مجروح، مورد اهانت واقع شده و پریشان زندگی کنید. چه بدشانسی بزرگی. اما ممکن است برای فرزندانتان خیلی دیر نشده باشد. البته با این تصور که آنها هنوز به سن نوجوانی نرسیده باشند. اگر در سن نوجوانی و یا بزرگتر باشند پس تا عوض برای همه از دست رفتند. دیگر نمی توانید آنها را از سرزمین مرده های متحرک سیاه بوش هرچه در یخچال بود هرچه در یخچال بود بخورها و کمی به من پول بده ها برگردانید. اما اگر فرزندانتان هنوز خورد سال هستند شاید و فقط شاید بتوانید آنها را برگردانید. از این پس سعی کنید به هر چیزی که از شما درخواست می کنند بله بگویید. با این کار در مقابل تقریبا تمام دوستانتان اعتماد به نفس، اطمینان، عزت نفس، احترام و یک ستایش تقریبا خدایگونه کسب می کنید. از حالا به بعد هر وقت نور, خا... نور چشمانتان خواستند، یک تیر رو کمان داشته باشند یا موتور سواری یاد بگیرند یا با کایت پرواز کنند جلوی خود را از نگفتن بگیرید و در عوض بله ب... و در عوض بگویید بله اگر پول تو جیبی بیشتری طلب کردند خواستند دوستانشان را برای تعطیلات آخر هفته به منزل دعوت کنند کارهایی را که به آنها محول می‌کنند می‌کنید انجام ندهند غذای خرگوش را ندهند واقع... واقعا خوبیت ندارد که چوب لای چرخ آنها بگذارید باید به خاطر داشته باشید که شما سرپرست آنها هستید نه نگهبانشان روزی میرسد که آنها از آشیانه پر میکشند و از قفس آزاد میشوند اینکه در سنین پیریتان برگردند و به دنبالتان بگردند بستگی به نحوهای دارد که آنها را بزرگ کرده اید اگر روزی بخواهم آرزویی بکنم آرزوی ثروت و قدرت را نخواهم کرد بلکه آرزوی حس آتشین نهفته آرزوی چشمی که همیشه جوان و پرشور است و ممکنها را میبیند خواهم کرد لذت همیشه یس میآورد در حالی که ممکنها هرگز و چه چیزی به اندازه ممکنها جوشان معطر و سرمست کننده است سورن کرکگارد فیلسوف دانمارکی تحقیقات رابطه میان مهربانی پدر و مادر و برگشت پذیری فرزندان را ثابت کرده است. پروفسور طلا از دانشگاه زوجیابی میگوید در صورتی که پدر و مادر هرگز از عبارات منفی کمک نگرفته باشند 77 درصد از هزینه های بزرگ کردن بچه ها را در سنین آخر عمر پس می گیرند. نحوه صحبت کردن ما با فرزندانمان بسیار های اهمیت است. باید آگاه باشید که هیچ وقت کلیشهای من... کلیشه منفی را به کار نگیرید. از طرفی فرزندان شما شیطان نیستند، شلخته نیستند، بلکه کودکان مرتبی هستند که کارهای نامرتبی میکنند. آنها بچه های خرابکاری نیستند، بلکه بچه های خل... خلاقی هستند که دست به کارهای مخرب میزنند. آنها بچه های خشنی نیستند، بلکه سرخ طلب هستند ولی دست به خشونت میزنند. آنها بچه هایرهختخوااب خیستکونی نیستند، بلکه بچه های خشکی هستند که کارهای خیست کردنی انجام میدهند. آنها بچه های دلهی نیستند بلکه شکم سیرند ولی کارهای دلگونه انجام می دهند. آنها بچه های خانه آتش نیستند بلکه بچه های آتش نشانی هستند که کارهای خانه آتش انجام می دهند. بنابراین به جای اینکه آنها را نفی کنید باید به با آنها پاداش دهید و تاییدشان کنید. فقط با تایید فرزندانتان می توانید مطمئن شوید که در هنگام پیری سراغی از شما بگیرند. به علاوه شما همچنین مسئول بزرگ کردن فرزندانی مرتب، معدب، کلنگر، چپگرا و سبزی خار و سلطلب نیست هستید. دیگر از خدا چه می خواهید؟ همانطور که از نمودار مشاهده می شود هرچه با فرزندانتان مهبان تر باشید یعنی تعداد دفعاتی که بله می گویید زب درسته احتمال اینکه آنها به خانه برگردند و, سن... و, از سنین پیری به بعد از شما مراقبت کنند بیشتر است. از... بله گفتن به زندگی آیا تا کنون چند مرتبه اتفاق افتاده است که از تجربه های حیجان انگیز ماجراها روش های جدید برخورداری از لذایز زندگی و یا وضعیت های خطرناک و تهدیدآمیز برای زندگی فقط و فقط به خاطر ترس صرف نظر کرده اید؟ آدم های واقعا زیرک و موثر آموختند که در هر صورت ترس را احساس و خودشان را خیز کنند بحث بر سر وادادن، زمین خوردن و دو مرتبه بلند شدن است. قوانین جاری که باید در نظر بگیرید اینها هستند. نابرد رنج گنج میسر نمی شود. ناریخت عرق کسی موفق نمی شود. ناداد فشار درد میسر نمی شود. نابرد درد چیزی فوران نمی کند. نازد بخیه ثروتی به دست نمی آید. نادیده عذاب حس آزادی حاصل نمی شود. نابرد غم هیچ کس موفق نمی شود. نابرد مهنت کسی آرام نمی شود. نادید آسیب بصیرتی آید نمی شود. شما باید بله بگویید و به هوا مشت بکوبید. برای کمک از همکاری مؤثر فرزندان خود استفاده کنید. شما می توانید آنها را از طریق کشاندنشان به بازی مثل مثل شطرنج، فوتبال، مونوپولی، ورق، تخت نرد، بیلیارد مینیاتوری، سرگرمی های پیش پا افتاده و غیره به هر یک از تمرین های تحکید کننده زندگی ترغیب کنید و اطمینان حاصل کنید که حتما از آنها ببرید. این نباید کار دشواری باشد به شرطی که به شرطی که مایه پیروزی را در اختیار داشته باشید به خاطر داشته باشید که تمرین های تعیین کننده زندگی خیلی مهم هستند بسیار مهمتر از احساسات فرزندانتان پس از اینکه با تقلب پیروز شدید پس از اینکه با تقلب پیروز شدید می توانید از فرط خوشحالی یکی دو دور به دوید و فریاد بزنید هیچکی نمیتونه مثل من برنده بشه موهای سرشان را جولیده کنید و بگویید ناراحت نباش بچه جون شاید دفعه بعد بتونی ببری خالق یک دا هم بیطرف خالق یک هم بیطرف است و هم متحد آزاد و در عین حال اقوا کننده مسئول اما نه بیش از اندازه اگر انگیزه خیلی قوی باشد شخص کور می شود اگر شرایط رسیدن به هدف بیش از اندازه سختگیرانه باشد شخص متوجه هیچ یک از گزینه‌های پیش روی خود نمی شود رابرت مکلیود روانشناس آمریکایی چند روز این تمرین ها را انجام دهید و احساسات زیر به شما دست خواهد داد. کاملا تایید شده. بزرگتر و بیباکتر از همیشه. سرشار از عزت نفس مطمئن و خوشنود از خود متشکر جریه دار نکردن احساسات دیگران اگر بودایی ها را باور کنیم و من مطمئن نیستم که کاملا به آنها اعتماد کنم چون هیچ کس نمیتواند تا آن انداز خوم سرد باشد یا لباس های با آن همه محدودیت های رنگی بپوشد ما همه باید یکی ما همه باید یکی باشیم منظور از یکی مشخص نیست ولی ما می توانیم فرض کنیم منظور یک فکر یک قلب و یا یک بدن باشد اگر این فرض درست باشد پس ما همان کاری را که به دیگران را که به دیگران می کنیم به خودمان می کنیم بنابراین اگر استدلال های مرا دنبال کنید مهربان بودن با دیگران قابل توجیه است چرا که مثل مهربان بودن با خودمان است با یک انسان دیگر مهربان باشید و این مهربانی به خودتان برمیگردد به این میگویند کارما که به زبان بودایی یعنی تقدیر و این کلمه دیگری برای سرنوشت است این کلمات کاملا اتفاقی به ذهنم خطور کردند کارما یعنی اینکه هر کاری که انجام میدهیم به خودمان برمیگردد اگر ما با همه مهربان باشیم و هرگز به آنها نه پس مثل این است که به خودمان بله گفته ایم. این یک حرکت مثبت نشاط آور تقویت کننده و یک سرمایه گذاری خوب است سرمایه های مادی می توانند با سود یا زیان روبرو شوند و یا خانه شما به خطر می افتد. اگر اقساط وام آن را پرداخت نکنید اما کارما نه تنها یک سرمایه خوب بلکه یک سرمایه گذاری معنوی است خداوند میخواهد که با انسانهای دیگر مهربان باشید و به همین دلیل ما گیاهخوار متولد میشویم تا چهاردهمین سال زندگیمان سرخ طلبیم و در اوایل دهه دوم زندگی خود سراسر شروع ایمان هستیم ناامید کردن مردم همانطور که مشاهده کردید بهتر است به یک نفر بله بگویید و با این کار خ... و با این کار خود قول بیجا داده و در ادعای آن عاجز بمانید تا اینکه نه تا اینکه نه بگویید و موجب سرخوردگی رنجش و ناامیدی شوید شما همیشه می توانید به طرق زیر سر دیگران را شیره بمانید همه چیز تحت کنترل است حتما تا فردا انجامش میدهم خیالت راحت باشد. اگر فقط به آنها نبگویید این شانس را از دست می دهید که آنها را با ملاتفت به نرمی و به تدریج مایوس کنید. نگفتن همان نگفتن همان و توقف پیمان دوستی همان تمام خروجی ها بسته و یک ضربه شدید روحی آرز می شود بله گفتن این فرصت را به شما می دهد که این فرصت را به شما می دهد که بعدا برای حفظ آبرو، گل زدن طرف، حفظ جان و بهره برداری از شرایط موجود هر قد دلتان بخواهد دروغ سر هم کنید. اما می که می گوید این چه رفتی به عادت دو؟ چه رفتی به عادت دو یعنی همیشه واقعیت را بگویید دارد؟ پاسخ خلاصه این است که رفتی ندارد. ببینید ما در دنیای واقعی زندگی می کنیم و گاهی همه چیزها با هم جور در نمیآیند. آیند. فایده ای ندارد که فکر کنیم همه چیز باید منصفانه باشد چون نیست. اوزا از همان زمانی که شما به مدرسه می رفتید و بهترین دوستانتان با بدترین دشمن دشمنتان رفیق می بر همین منوال بوده است و بعدها نیز خواهد بود. بله گفتن در روابط تا کنون چند مرتبه همسرتان از شما پرسیده است که آیا مرا دوست داری؟ و چند مرتبه جواب داده اید؟ فکر می کنم یا گاهی مواقع؟ این پاسخ ها با وجود دقیق، واقعی و حقیقی بودن گاهی می موجب سردرگمی هایی نسبتا مهلک شوند. مشکلی نیست که آنها بتوانند واقعیت را بپذیرند. بلکه این است که نمی توانند با دو پهلویی کنار بیایند. بهتر است به همسر خود دروغ گفته و به او بله بگویید تا اینکه یک ها واقعیت را به او گفته و موجب درد و عذابش شوید. و اگر بعد سوالات بیشتری مثل آیا منو از ته دل راست راستکی و واقعا دوست داری با آن اضافه کردن می توانید به آنها نیز بله بگویید. و خاطر جمع باشید که آنها خوشحال خواهند شد. مهمترین چیز در زندگی این است که دل دیگران را شاد کنید. مشاهده می شود که واجب این است که یک پاسخ صحیح بله بدهیم به جای اینکه چرخه سردرگمی و تردید را تداوم بخشیم. هر همسری نیاز به قوت قلب دارد. آنها نیاز دارند بشنوند دوستشان دارید ولو اینکه نداشته باشید. چنین کاری برای احساسات شخصی خودتان هم منصفانه نیست. نقش شما به عنوان یک همسر قوت قلب دادن است و بنابراین تنها پاسخ مناسب بله است. شاید فکر کنید اگر واقعا از این شخص خوشم نمیآید چه باید بکنم؟ اگر اصلا تحملش را نداشته باشم چطور؟ اگر عاشق یک نفر دیگر باشم چه کنم؟ چه هیچ فرقی نمی کند. گفتن بله تنها پاسخ کاملا نامؤثر است. شکی نیست که از پاسخهای غلط به سوالی چون آیا دوستم داری؟ شک... شکی نیست که پاسخهای غلط به سوالی چون آیا دوستم داری عبارتند از فکر میکنم اگه بگم بله احساس خوبی میکنی بستگی داره که منظورت از چی باشه اهمیتی هم داره کی من و اگر به جای پرسیدن آیا با سنم در این لباس بزرگ به نظر میرسد سوال شود آیا من چاقم هر انسان عاقلی خواهد گفت نه و بلا فاصله قبل از اینکه همسرش بتواند سوال دیگری بپرسد اتاق را ترک می کند. اگر به موقع از عهده این کار بر نیامدید هیچ یک از پاسخهای زیر را نیز ندهید فکر نمی کنم چاقی اما فکرم نمی کنم که لاغری در مقایسه با چی؟ کمی اضافه وزن بهت میاد چاق تر از تو را هم دیدم ممکنه دوباره سوالت را تکرار کنی داشتم در مورد یک نفر دیگر فکر می کردم یک نفر لاغ... لاغرتر و خوشگلتر سوال بزرگ آخر این است به چه فکر میکنی؟ در چنین مواقعی باید بسیار محتاط باشیم فقط یک راه وجود دارد که جواب بدهیم راستش به این فکر میکردم که, تو چه... که جواب بدهیم راستش به این فکر میکردم که تو چقدر دوست داشتنی هستی و من چقدر خوشبختم که با تو آشنا شدم و تو چقدر گرم باهوش و خوبی و امیدوار باشید که قصر در بروید پاسخهای غلط عبارتند از ببخشید من در عالم هفروت بودم چی گفتی داشتم به زده قبلیم فکر میکردم و اینکه اون چقدر از تو بیشتر به من توجه میکرد. فکر میکردم چه خوب میشد اگر میتونستیم کمی وقت بیشتری رو از هم دور باشیم. فکر میکنم بد نیست کمی باد به بخوره. به شخصیت نفرت انگیز پدرت فکر میکردم. به این فکر میکردم که تلویزیون چه برنامه ای داره. بله گفتن به فرزندانتان. بسیاری از والدین فکر می‌کنند که باید محض عادت هم که شده به فرزندانشان نبگویند. متاسفانه این مانع از رشد عاطفی آنها می شود. خیلی بهتر است که به آنها بله بگویید تا نه. به گذشته بیندشید و سعی کنید دوران کودکی خود را به خاطر بیاورید که چقدر عصبانی می شدید وقتی والدینتان شما را از انجام کاری باز می داشتند. و آن هم صرفا به خاطر اینکه فرصت بله گفتن نداشتن. مامان بابا میشه لطفا بریم سیک؟ میتوانم همین حالا بشنوم که این درخواست رو میکنید و به شما میگویند نه سیرکی در شهر نیست. بحانه های آبکی از آدمای آبکی آنها میتوانستند شما را به شهری ببرند که در آنجا سیرک باشد. اما در عوض آنها در پناه تنبلی خود قایم شدند و شما را ناراحت و غمگین کردند. شرط میوندم که آن شب با چشمانی گریان به خواب رفتید. چقدر بهتر می بود اگر آنها به شما می گفتند، بله و شما را به آنجا می بردند. شما مجذوب سر و صدا، نور، بوی رنگ روغن، قرش جمعیت و شیرینکاری های می شدید. این می توانست برای شما تشویقی برای یادگیری تردستی هم باشد تا امروز بتوانید به جای این فرد کسل کننده ای که هستید یک هنرمند خیابانی باشید. بله گفتن در هر شرایطی برای فرزندانمان مثل یک سکوی پرتاب به سمت آیندهی بهتر و روشنتر است. در صورتی که با نگفتن آنها را محکوم به یک آینده ملالاور و خسته کننده می کنید. اگر آنها دوست دارند به کایت سواری، لیز لیزک، دل دزدی از موازه ها، موتور سواری و یا اردوزنی بروند، بگذارید بروند. آنها اگر در آینده نتوانند به قواسی یا تفری در هتل های گران قیمت بروند، مسلما به خاطر همین کارهایی که با آنها اجازه میدادید از شما تشکر خواهند کرد بله گفتن الهام بخش است نگفتن فقط آزار فقط آزار دادن فرزندانتان است آنها فقط یک مرتبه جوان هستند به آنها رحم کنید سختگیری منفی بله گفتن باعث می شود به خاطر تمایل به آنچه در اطرافمان میگذرد همواره انعطاف پذیر بمانیم نگفتن ما را غیر قابل انعطاف میسازد چرا که هر گونه فرصت چالش و موقعیت را از ما میگیرد بله گفتن به ما فرصت میدهد تا با تجربیات جدید روبرو شویم به دانش جدید دست یابیم و مهارت‌های جدیدی کسب کنیم بله گفتن ما را جوان نگه میدارد در واقع پروفسور خوش سخن از دانشگاه قصه پردازان میگوید میان دفعاتی که بله میگوییم و طول عمر رابطه مستقیمی وجود دارد در کرم میوه و موش می توانیم شاهد یک طول عمر کوتاه ناشی از واکنش های منفی باشیم. تعداد دقیق این واکنش ها است و ما باید این را در تمام معاملاتمان با زندگی و خدا به خاطر بسپاریم. چه همچنین شواهدی در متابعت نقش هستی وجود دارد که می تواند در این معادله به کار گرفته شود به شرطی که شجاعت استفاده از موقعیت را داشته باشیم آنچه در این فصل آموختیم در هنگام جستجو برای فرصت ها از چرا قوه استفاده کنید چون ممکن است تاریک باشد زندگی یعنی آنچه که می آید از فاصله بسیار کمی به سمتتان شلیک می شود و شما فرصت جا خالی دادن نخواهید داشت. موفقیت یعنی یک بار دیگر برخواستن. فقط کافی است که از رخت خواب بیرون بیایید. زندگی محدودیتی ندارد به جز آنچه خودتان به وجود می آورید. ما نمیدانیم چه کسی هستیم تا هنگامی که ببینیم چه کاری از دستمان برمیآید. هرگز هرگز تا به قله کوه نرسیده اید ارتفاع آن را اندازه نگیرید بعد خواهید دید که چقدر کوتاه بوده است دور چقدر دور است بلند چقدر بلند هرگز نخواهیم دانست مگر اینکه امتحان کنیم این فیلم برای صفحه نوید داریا تهیه شده است